شبه نظامیان حزب الله که از حکومت سوریه حمایت میکنند و مخالفان بشار اسد توانستند هواپیماهای بدون سرنشین را مسلح کنند. مقام های نظامی آمریکا میگویند تا به حال از این هواپیماها برای تجسس و جمع‌آوری اطلاعات استفاده میشد، اما استفاده از آن برای مبارزه علیه دیگر جنگ داخلی سوریه را پیچیده تر از قبل می کند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز چهارشنبه برای چندمین بار خواستار آتش بس در جنگ داخلی سوریه شد. آرش پرنگ گزارش می دهد. تا به حال هواپیماهای مسکو و دمشق استفاده انحصاری از آسمان سوریه را در اختیار داشتند، اما با مسلح شدن هواپیماهای بدون سرنشینی که توسط شبه نظامیان حزب الله و مخالفان مسلح کنترل می شود، چشمانداز پایان مخاصمات در سوریه تیره تر از قبل شده است. بخش شرقی شهر حلب که هنوز در کنترل مخالفان مسلح است، روزانه شاهد حمله های جنگنده های سوریه و روسیه است و هلیکوپترهای هوانیروز ارتش سوریه نیز با پرتاب بمب های بشکه‌ای خسارات و تلفات انسانی بیشتری به بار می آورند. رهبر کاتولیک های جهان در بار عامی که روز چهارشنبه در میدان سن پیترزبورگ در واتیکان برگزار شده بود، بدون نام بردن از شهر حلب، از دولت مردان و رهبران گروه های متخاصم خواست که لااقل مدت زمانی برای خروج غیر نظامیان از آن شهر فراهم کنند. بار دیگر بر حمایت از قربانیان مبارزه غیر انسانی در سوریه تأکید میکنم. اوضاع وخیمی است و من با تمام وجود از آنهایی که مسئول این حوادثند درخواست کرده و التماس می‌کنم هر چه زودتر آتش بس برقرار کرده تا حداقل زمان لازم برای تخلیه غیر نظامیان و کودکانی که هنوز زیر بمباران‌های وحشیانه به دام افتاده‌اند فراهم شود. درمانگاه‌ها در بخش شرقی حلب که تحت محاصره ارتش سوریه است، از وحشت بمباران‌های هوایی به زیر زمین منتقل شده و به زودی آخرین ذخیره دارو و مایحتاج آن نیز تمام خواهد شد. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان نیز روز سه‌شنبه و پیش از آغاز مراسم عزاداری ماه محرم در بیروت گفت خاورمیانه در دورانی از تنش‌های فزاینده به سر می‌برد و به نظر می‌رسد که هیچ امیدی برای دستیابی به راه حل سیاسی در جنگ داخلی سوریه وجود ندارد. آرش پرند، صدای آمریکا.